بینندگان گرامی، با درود و خرسندی از اینکه فرصت دیگری دست داد که این هفته هم در خدمت شما باشیم و یکی از برنامه‌های از سان فرانسیسکو رو حضورتون تقدیم کنیم. برنامه از سان فرانسیسکو به طور مستقل تهیه و تولید میشه و شامگاه هر آدینه ساعت 5 و بازپخش اون بامداد هر دوشنبه ساعت 6 خواهد بود. این برنامه اختصاصاً از تلویزیون جهانی اندیشه پخش میشه. ما در این برنامه کوشش خواهیم کرد که در حاشیه خبرهای مهم قرار بگیریم و این خبرها رو در گفتگو با صاحب نظران خدمت شما تقدیم کنیم و بیشتر و بیشتر به عمق خبر بپردازیم تا خود خبر. و علتش هم این هستش که طبیعت برنامه ما این چنین هستش که یک برنامه هفتگی است و ما نمیتوانیم که بیشتر خبرهای تازه و روز رو خدمتتون تقدیم کنیم. به هر حال این هفته هم گفتگویی داریم در حاشیه یک خبر بسیار مهم، خبری که اغلب شما از اون اطلاع دارید و بسیاری از شما این روزها در موردش صحبت میکنید و مطمئنم که همکاران دیگر من و اشکال مختلف این خبر رو به گوش شما رساندند. خبری است که معمولاً از نوع خبرهایی است که کمتر ازش مطلع میشیم. خبر اعدام، خبر اعدام ده ها جوان رو میشنویم که مثلا در سنندج اعدام شدن، در خوزستان اعدام شدن، در استانهای دیگر اعدام شدن. ولی گاه گداری این خبرها به صورت یک خبر بسیار مهم در میآید که این بار هم این چنین شده و خیلی هم خوبه که اینطور شده، باید این چنین باشه و اعدام، هر اعدامی باید تقبیح بشه و باید در موردش صحبت بشه و باید محکوم بشه در نظر همگی، نه تنها ایرانیان بلکه جهانیان، که این بار این اتفاق افتاده. در مورد اعدام قریب الوقوع یک دختر جوان ایرانی صحبت میکنیم، در مورد ریحان جباری که این نام حتماً به گوش بسیاری از شما آشناست. در این رابطه گفتگو میکنیم با کسی که این روزها همه دقایق زندگیش رو صرف این کرده که از این خبر دقیقه به دقیقه مطلع بشه و تمام کوششش رو داره میکنه با کسان دیگر که بسیج شده، با خانم های دیگر، و در صدد این هستن که جلوی این فاجعه رو بگیرند. امروز با خانم مینا حدی صحبت میکنیم، بنیانگذار کمیته بین المللی علیه اعدام، کسی که در این زمینه فعالیت های بسیاری در طول سالیان دراز داشته. تا به این گفتگو برسیم تأملی کوتاه میکنیم و در خدمتتون خواهیم بود. از بهمن 57 تا کنون در ایران
در حدود 23,000 نفر، یعنی به طور متوسط در هر 12 ساعت یک نفر اعدام شده است. بیشترین قربانیان از میان فعالین سیاسی و مدنی بوده که شمار آنان به بیش از 13,000 تن می رسد. در همین دوران در حدود 1,000 نفر به دلیل باورهای مذهبی و یا به دلیل عدم اعتقاد به هیچ مذهبی اعدام شدند. در 32 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران همانند دیگر کشورهای دیکتاتوری تنها راه مقابله با مخالفت‌های سیاسی را استفاده از خشونت دانسته است. آیا اعدام مخالفان سیاسی و دگراندیشان توانسته از ثبات سیاسی جمهوری اسلامی را تضمین نماید؟ در طی این دوران برخلاف تمام اصول انسانی و روال قضایی، نه تنها اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی بدون اطلاع خانواده‌هایشان صورت گرفته، بلکه با اعمال فشار از برگزاری هر گونه مراسم یاد بودی جلوگیری شده است. من به اتفاق با برادر همسرم رفتیم برای ملاقات. ساعت 8 صبح کارت هم نوشتیم دادیم، ولی یک نیم ساعت بعدش به من گفتن که توی همین تلویزیون اعلان کردن که جعفر کاظمی آقایی رو امروز صبح اعدامشون کردن. همسر من یه سوزن تگرد هم همراهش نبوده که بخواد محارب بخواد بگیرم. محارب صفر صفر اینی که باید یا از دری سخت یا گرد. هیچ کدوم از اینا رو همسر من نداشتم. فقط میخواستم بگم که به داد بقیه زندانیا برسیم. اعدام در ایران به مخالفان سیاسی و یا دگراندیشان محدود نمانده است. هر ساله صدها تن به جرم قاچاق مواد مخدر، قتل و یا جرائمی مانند رابطه جنسی خارج از ازدواج در ایران اعدام شدند. چگونه است که علارغم خشونتی چنین گسترده هنوز بسیاری به قاچاق مواد مخدر روی می آورند؟ چگونه است که دسترسی به مواد مخدر هر روز آسان‌تر از روز گذشته است؟ چگونه است که تعداد معتادین در ایران به رقم غیر قابل باور بیش از 4 میلیون نفر رسیده است؟ آیا پس از 32 سال جمهوری اسلامی نباید در روش‌های مقابله با جرم و جنایت تجدید نظر نماید؟ رئیس اداره زندان‌های ایران اعلام کرد که طی یک سال گذشته آمار جرم و جنایت در ایران 30% بالا رفته. شما این کشوری در دنیا می‌شناسید که طی یک سال آمار جرم و جنایت 30% بیشتر بره و اون کشور قهرمان مجازات اعدام هم باشه؟ بی اثر بودن مجازات اعدام در کاهش جرایم، امکان خطای در دادرسی، احترام به کرامت انسانی و حق زنده ماندن، مردمان بسیاری از کشورها را قانع کرده است که به این مجازات غیر انسانی خاتمه دهند. سازمان ملل نیز می‌کوشد مجازات اعدام در تمام کشورها ممنوع شود. به سبب این تلاش‌ها تا کنون 139 کشور به این مجازات غیر انسانی خاتمه دادند. اما ایران نه تنها به این مجموعه نپیوسته است، بلکه جمهوری اسلامی برخلاف تعهدات بین المللی خود به اعدام‌های گسترده ادامه داده تا جایی که در جهان از لحاظ سرانه اعدام در جایگاه نخست قرار دارد. هیچ کسی ایران رو که الان متاسفانه نماینده جمهوری اسلامی است ناگزیر نکرده که همچنان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بمونه. هیچ کسی جمهوری اسلامی رو ناگزیر نکرده که کنوانسیون حقوق کودک رو بپذیره. ولی وقتی میرن و این کنوانسیون رو در مجلس ایران، در مجلس اسلامی ایران تصویب میکنن، این تصویب یک تعهداتی رو برای جمهوری اسلامی به بار میاره. آیا این رژیم اصول حقوق بین الملل رو میپذیره یا نمیپذیره؟ اگر نمیپذیره باید از سازمان ملل بیرون بره، از این کنوانسیون های بین المللی بیرون بره. اگر میپذیره بنابراین باید اونها رو به اجرا بگذاره و به تعهدات بین المللی خودش احترام بگذاره. ایران از معدود کشورهایی است که به اعدام نوجوانان ادامه میدهد. سال 2009 ایران با تعداد 5 اعدام ردیف بزرگترین اعدام کننده خردسالان رو در جهان داشته. در حال حاضر صدها نفر به دلیل ارتکاب جرایم عادی و ده‌ها تن از مخالفان سیاسی در انتظار اجرای حکم اعدام خود می باشند.
سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق بشر دفاع از جان قربانیان اعدام‌های خودسرانه را وظیفه هر انسانی می‌دانند. بینندگان گرامی، ریحانه جباری پس از تحمل 7 سال زندان و شکنجه هفته گذشته یا ماه گذشته حکم اعدام خودش رو از دست رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دریافت کرد و علاوه بر جنبه بسیار سنگین انسانی این حکم که خب هر کسی رو نگران میکنه، اتفاقات جالب دیگری افتاد که شاید بسیار قابل تأمل باشه، به خصوص برای ما فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی و اجتماعی در خارج از کشور. و آن این هستش که پس از اعلام این حکم توسط وکیل او و همچنین در صفحه فیسبوک مادر او خانم شعله پاکروان که هنرمند تئاتر و سینما ایران هستند، ناگهان یک حرکت خودجوش به معنای واقعی به وجود آمد و ایرانیان در خارج از کشور از سراسر دنیا یک حرکت رو آغاز کردند که در واقع رهبری اون توسط خانم ها بود. 4 خانم یا بسیاری بیشتر، اینهایی که من نامشون رو شنیدم، بدون هم‌اندیشی سیاسی، فکری، عقیدتی و بدون قرار و اطلاع قبلی از 4 گوشه جهان در هر جایی که بودند شروع به فعالیت کردند و جریان بزرگی رو به وجود آوردند که هر کدام بسیاری رو درگیر این فعالیت بزرگ و مثبت کردن که نتیجهش رو الان می‌بینیم. نتیجه اون جهانی شدن خبر اعدام ریحانه جباری است. و اسامی که ابتدا این کار رو شروع کردن و حتما بسیار از اینها بیشتر هست، این اسامی، این 4 نفر رو من میدونم: خانم مینا احدی، خانم نازنین افشین‌جم، خانم شیوا محبوبی، خانم شبنم اسداللهی. اینها به شدت با رسانه‌های کوچکی و محدودی که در دست داشتن شروع به فعالیت کردن و جهانیان رو از این فاجعه مطلع کردن، به طوری که بان کی‌مون، احمد شهید و هنرمندان بزرگ جهان و کشورمون، دستاندرکاران سیاسی، همه این عمل رو تقبیح کردن و خواستار توقف حکم اعدام ریحانه شدند. که این مسئله به نظر من بسیار قابل تأمل هست و شاید نقطه عطفی باشه برای فعالیت‌های ما در این زمینه و نکته بسیار حساسی است برای فشار آوردن روی جمهوری اسلامی برای اعمال اشتباه و غلطی که دارد. به هر حال در این مورد با خانم مینا احدی گفتگویی داشتیم که نظرتون رو به این گفتگو جلب می‌کنیم و پس از این گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. سرکار خانم اسدی، بسیار سپاسگزارم از اینکه پذیرای گفتگوی امروز ما شدید و میدانم که با اشتغال بسیاری که این روزها دارید و گرفتاری های زیادی که درگیر اون هستید برای نجات یک انسان دیگر، این وقت رو هم به ما دادید. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. من سلام عرض می‌کنم حضور شما و همه عزیزانی که پای برنامه‌تون هستن. سرکار خانم احدی، بهانه این دیدار و گفتگو صحبت درباره
محکومیت و خطر قریب الوقوع اعدام ریحانه جباری است که در حال حاضر با کوشش شما و دیگران بعد جهانی پیدا کرده و رژیم اسلامی ایران زیر فشار بین المللی برای لغو اعدام اوست. اگر ممکن است ما را در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته قرار بدید. بله، سه شنبه به هر حال روزی بود که گفته بود جمهوری اسلامی که ریحانه را اعدام میکنه و همه چیز دلالت بر این میکرد که مقدمات این اعدام فراهم شده، کما اینکه آخرین ملاقات رو به خانواده ریحانه دادن و مادرش توی صفحه فیسبوک خودش نوشت که امروز رفتیم و یه جای دیگه ملاقات کردیم. قبلنا همیشه تو زندان ملاقات میکردن و از پشت شیشه مثلا خیلی وقتا حرف زدن، ولی این دفعه گفت که دیدم بچمو و تونستم بغلش کنم. و بعد یه قاضی مثل که اومده بود اونجا و تنهایی با ریحانه دوباره حرف زده. در حقیقت آخرین حرف ها، آخرین صحنه ها، آخرین آماده سازی ها را کرده بودن برای اینکه ریحانه را اعدام کنن. خانواده ریحانه از اون خداحافظی کردن. مادرش دیگه فکر میکرد که دیگه آخرین باره که بچهش رو بغل میکنه و بعد همه چیز آماده بود برای اجرای حکم اعدام. منتها به نظر من به دلیل اعتراضات، به دلیل اینکه در سراسر دنیا خیلی فشار بود، تو همین فاصله سازمان ملل بیانیه داد، سازمان عفو بین الملل بیانیه داد، اتحادیه اروپا دخالت کرد و چندین بار مثلا معاون سفیر جمهوری اسلامی رو فرا خوند اتحادیه اروپا، دولت‌های مختلف اعتراض کردن. و در داخل ایران به نظر من خیلی سر و صدا بود، هنرمندا، ورزشکارا، یعنی یک جوشش عظیم اجتماعی یه جورایی در داخل جامعه ایران. خیلی صفحه های فیسبوکی که به اسم ریحانه درست شده بود، اگه هر کس وقت داشته باشه بره نگاه کنه، انواع اقسام بحث‌ها، نظر دادن‌ها، خشم، گریه، شادی، تو این بحث‌ها همش بود و به نظر من جامعه توجهش جلب شده بود به این مسئله. و در این حال در صدر تمام این فعالیت‌ها از نظر من این هست که همین امروز نگاه کردم 130 هزار نفر از سراسر دنیا یه تومار اعتراضی رو امضا کردن که فوق العاده جالبه. یعنی در سطح بین المللی ما علیه اعدام فعالیت میکنیم، نه فقط در ایران بلکه در دنیا این واقعا رکورد شکسته و همین الان لحظه به لحظه دارن این تومار اعتراضی رو امضا میکنن. به خاطر اینکه خانم شعله پاکروان هنرمند بود و تو کار هنری بود و تئاتر اجرا میکرد و کارگردان تئاتر بود، هم کلاسیاش، اونایی که ایشونو میشناسن قدم گذاشتن جلو و بعد مثلا همین الان 60 نفر از هنرمندان سرشناس مثلا در سطح بین المللی یه نامه را امضا کردن که ما دیروز با دوستانی که این کار دارن میکنن حرف زدم، تعداد بیشتری وصل شدن و احتمالاً لیست جدید میاد. یعنی فکر میکنم داره آمار هنرمندانی هم که دفاع میکنن بیشتر میشه. در داخل ایران مثلا خانواده آقای حجازی، فوتبالیست معروف، کسی که خیلی محبوبه تو ایران، نامه دادن. نمیدونم خیلی ها تو ایران مثلا کسی که اسکار، آقای اصغر فرهادی جایزه اسکار گرفته، یه نامه داد و درخواست کرد که این حکم لغو بشه. آخرین خبر این بود که همین روز دوشنبه قبل از اینکه کسی خبری چیزی داشته باشه، اتحادیه اروپا به ما زنگ زد و به ما رسما، کسی به عنوان کسانی که این کمپین رو داریم رهبری میکنیم، گفتم که اعدام عقب افتاده و اونا گفتن که ما با مقامات جمهوری اسلامی تماس گرفتیم، تلفنی با ایران صحبت کردیم و ایران به ما قول داده، یعنی حکومت اسلامی گفته این اعدام روز سه‌شنبه اتفاق نمیفته. بعدن خب تو ایران دوستانی که دارن فعالیت میکنن تو صفحه های فیسبوکی نوشتن که حکم عقب افتاده و خود مادر ریحانه یک یادداشتی نوشت، گفت دختر ایران زمین اعدام نمیشه و ما روز سه‌شنبه جسم بی جان اون رو کفن نمی کنیم. این خیلی دردناک و تکان دهنده است در این حال این تکست، ولی به هر حال گفته که هنوز موضوع سر اینه که عقب افتاده و هنوز راه حل قانونی که جمهوری اسلامی تایید کنه حکم رو لغو کرده اتفاق نیفتاده. بنابراین ما کسایی که فراخوان این کمپین رو داریم ادامه میدیم تا وقتی که جمهوری اسلامی رو کاغذ بنویسه که حکم رو لغو میکنه. محصل جلسه دیدار صلح و سازش اولیای دم، خانواده سربندی و خانواده ریحانه چه بودش؟
بله، من میتونم تصور کنم فشار زیادی را که روی خانواده سربندی هست. خوبه اینجا از طریق همین تلویزیون شما یه بار دیگه موضع خودم رو، چون ما خیلی حرف زدیم و خیلی وقتا از داخل ایران دوستان میگن که مثلا زخمی شدن این خانواده یا کمپین رو یه جورایی در مقابل اونا میبینن. ما همین دیروز وقتی نماینده اتحادیه اروپا با ما حرف زد، گفت که جمهوری اسلامی با ما تماس گرفته، گفته حکم عقب افتاده، ولی اتحادیه اروپا لطفاً بیانیه علنی نده راجع به این اعدام، چون خانواده مقتول ناراحت میشن. به نظر من خانواده مقتول رو جمهوری اسلامی سپر بلای خودش کرده و الان هر چی ما میگیم میگن خانواده مقتول ناراحت میشن. من شخصاً همدردی خودم رو با خانواده مقتول از طریق همین رسانه شما اعلام میکنم، ولی در این حال میگم که این همه فشار جمهوری اسلامی نباید بیاره روی خانواده مقتول. خانواده مقتول باید بفهمن کی عضو خانوادهشون رو کشته. دادگاه به این مسئله رسیدگی نکرده و الان جمهوری اسلامی یه دادگاه تشکیل داده. ریحان مدعیه که من یه دونه فقط چاقوی کوچیک دستش بوده تو کیفشم الان دست اونا هست که کیف کوچیکی بوده، یه دختر 19 ساله کم جسه یه ضربه زده و فرار کرده. این ادعای ریحان است. اون حکومت باید بتونه اسباب و وسایل و آثار جرم و همه چیز رو بررسی کنه و به خانواده که یه نفرشون رو از دست دادن بگه کی قاتله. پرونده رو سر هم بندی کردن. آقای مصطفی واقعا دستش درد نکنه، همین روزا گفته جعبه سیاه این قتل کجاست و مصطفی نوشته که اسناد و مدارک و قاضی پرونده از بین برده. خب نگاه کنید، این جامعه اینطوری داره فانکسیون میکنه. حکومت آثار جرم از بین میبره، نمیگه کی اونو کشته، بعد یه نفر رو محکوم به اعدام میکنه. حالا دو تا خانواده با هم توافق کنن، توافقی اصولا نمیتونه اتفاق بیفته اینجا، به خاطر اینکه خانواده مقتول دارن میگن که خب ریحانه بیاد اقرار کنه که به نظر اونا ریحانه باید این گره رو باز کنه. به نظر ما نه، جمهوری اسلامی متخصصینی که باید میرفتن محل رو میدیدن. هیچ دولتی به کسی که متهم به قتل نمیگه گره رو باز کن. اونم یعنی کسی که متهم به قتل حق داره از خودش دفاع کنه. میفهمید من منظورم واضحه فکر کنم؟ به این معنی من که درگیر این داستان هستم و یکی از کسانی که از نزدیک دارم بررسی میکنم و 6 ساله دارم بررسی میکنم، الان رسیدیم به جایی که اعصاب خردکنی شدیدی جمهوری اسلامی تو این داستان ایجاد کرده بین خانواده مقتول و خانواده که متهم به قتله و الان تمام فشار رو گذاشته رو خانواده مقتول، میگه اینا بیان بگن که میبخشیم و اونا میگن نمیبخشیم. و الان میدونید چجوری شده تو ایران؟ صدها نفر تلفن میزنن به اون خونه، میگن دم در خونشون جمع میشین، چون که فکر میکنن به هر حال داستان افتاده دست اونا. منم درخواست دارم از خانواده مقتول حالا که همه چیز اینجوری شده بگن ما نمیخوایم ریحانه اعدام بشه، ولی بگن بازگشایی پرونده رو میخوایم یا یه هیئت بخوام. ما با هم میتونیم در سطح بین‌المللی هیئت بفرستیم، ما میتونیم از سازمان ملل، از اتحادیه اروپا متخصصین برجسته بدون اینکه پول بگیرن، قاضی، نمیدونم کسی که جنایت رو بررسی میکنه، کسی که میتونه آثار جرم رو تحلیل کنه، ما میتونیم اینا رو بفرستیم. منطقه میدونید داستان سر اینکه جمهوری اسلامی با یه اسلحه بالای سر همه ایستاده، واقعا همه رو گروگان گرفته تو این ماجرا. مادر ریحانه رو گروگان گرفتن، هی میگن حرف نزن، با رسانه‌های بین‌المللی صحبت نکن، اینا تروریستن. ماها رو میگن، منظورش من و نازنین افشین‌جم و اینا رو به عنوان تروریست معرفی میکنن و نمیذارن این پرونده به نظر من به نتیجه برسه. خانم احدی، رویدادهایی از این دست ثابت میکنن که جمهوری اسلامی در پی نسل‌کشی و جوان‌کشی و ایجاد ارعاب روزانه است. در دیراد خانم نازنین افشین‌جم و دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، صحبت از 160 نوجوان و کودک در سلول‌های مرگ در انتظار اعدام شده و همچنین خانم افشین‌جم گزارش دادند که فقط در سال 2013 حکم اعدام 700 نفر در ایران اجرا شده. در مورد این ارقام چه نظری دارید؟
من متاسفم باید اضافه کنم شاید بیشتر، یعنی واقعا به نظر من اول نازنین افشین‌جان واقعا دستش درد نکنه، هم اون ملاقات و هم کلا در مورد اعدام کودکان تا حالا خیلی کار کرده و بالاخره تعدادی رو ما به هر حال تونستیم نجات بدیم، همون نازنین فاطمی کمپین بزرگی بود که اجرا شد، ولی بعد از اونم خانم افشین‌جان روی این عرصه خیلی توجه کرده و کار میکنه. به نظر من 160 کودک حتما و قطعا تو زندان‌های جمهوری اسلامی هستن، ولی علاوه بر اونا ما بعضی وقتا آمار نداریم، ارتباط نداریم. اصلا به نظر من زندان‌های جمهوری اسلامی واقعا یکی از مراکزی هستن که باید نورافکن روش گذاشته بشه و نشون داده بشه اینا چه رفتاری با زندانیا میکنن، چقدر وحشیانه، چقدر غیر انسانی با همه زندانیا و چقدر دردناک و پروبلماتیک با بچه‌هایی که تو زندان‌های جمهوری اسلامی. اصلا شما نمیتونید باور کنید بعضی وقتا من به عنوان یه آدم احساس میکنم دیگه ظرفیت ندارم وقتی پای صحبت این آدم ها میشینم. بچه 15 ساله را همین دیروز، 13 ساله را به اتهام قتل گرفتم، همین دیروز اتفاق افتاد تو ایران. من میتونم تصور کنم این بچه رو میبرن میندازن توی زندانی که تعداد زیادی بزرگسال متهم به انواع اقسام جرایم اونجا هستن و همون بزرگسالا مثلا طرف 7 سال تو زندانه، هیچ وقت رابطه با کسی نداشته و خیلی وقتا تجاوز اتفاق میفته تو زندان ها. اصلا یه عده آدم رو بدون امکانات، بدون استاندارد، بدون بهداشت، بدون اینکه به رسمیت بشناسه اینا آدمن، این آدم احتیاج به رابطه داره، حتی رابطه جنسی، این احتیاج به غذا داره، احتیاج به بهداشت داره، احتیاج به محبت داره، همه رو هم ریختن اونجا. بعد یه بچه رو میندازن وسط این بلبشو و من خیلی بچه ها رو دیدم که بهشون تجاوز میشه و اینو یعنی بعد از مدتی مثلا بچه‌ای که اونجا بوده یا قبول میکنه یا خودکشی میکنه یا بعد از اینکه از زندان اومدن بیرون تازه اینا آدم عادی نمیشن، برای اینکه قرون وسطاست زندانهای جمهوری اسلامی و تا اونجایی که به بچه‌ها برمیگرده آمار دقیق تر رو نداریم، یعنی حتی به نظر من آمار از این بالاتر. خانم حدیزم، تقدیر از شما و زحماتتون، همچنین کوشش های نازنین افشین جم، شیوا محبوبی، شبنم اسداللهی و بسیاری دیگر که رژیم جوان ستیز و مردم کش رو زیر فشار بمباران بین المللی گذاشته. باید ازتون این پرسش رو داشته باشم که عکس العمل های رژیم تا کنون چگونه بوده؟ یه مسئله به نظر من مهمه تو این کمپینی که الان داره پیش میره برای ریحانه، همونطور که شما اشاره کردیم ما چند زنیم با گرایشات مختلف که کنار هم ایستادیم، این به نظر من بسیار مهمه. یعنی من فکر میکنم ما به جامعه ایران داریم به درجات یاد میدیم که میشه مثلا یکی چپ باشه، یکی وسط باشه، یکی نظر دیگه ای داشته باشه و سر مسائلی از این نوع کنار هم بایستیم، امکاناتمون رو هم بذاریم، ارتباطاتمون رو هم بذاریم و متمدنانه با هم بایستیم و یه حرکت رو پیش بریم. به نظر من این یه الگوه و جامعه را باید نگاه کنه و یاد بگیره. به نظر از طرف دیگه ما تو این کمپین نشون دادیم که اگه جمهوری اسلامی میکشه سبعیت و بیحرمتی و غیر انسانی بودن به 100 درجه رسونده، جامعه ایران و مردم ایران یه جور دیگر. به نظر من ما تو این کمپین عروج یک انسانیت رو داریم میبینیم، همه با هم کنار هم، نه فقط ایرانی ها، غیر ایرانی ها، از اقصا نقاط دنیا میان به کمک ما، کنار ما میستن و میگن اعدام نباید باشه. بعد هنرمندا، ورزشکارا، تیم های ورزشی، یعنی به نظر من ما داریم آینده ایران رو به درجات نشون میدیم، خودمون همدیگر رو میبینیم، به خودمون اعتماد میکنیم، اعتماد میکنیم بشریم، تو این قرن داریم زندگی میکنیم، وقتی با تک تک ما حرف بزنم مدرنیم، مترقیم، انسان دوستیم و اون جامعه گروگان گرفته شده از طرف جمهوری اسلامی و داره یه تصویر دیگه به دنیا میده. من فکر میکنم ما واقعا داریم آینده ایران نمایندگی میکنیم. با یه روزنامه آلمانی دیروز مصاحبه کردم، تیترشو به اصطلاح خبرنگار خوشش اومده اینو زده، گفته یک انقلاب زنانه ایران رو نجات میده. من واقعا معتقدم تو این کمپین ما در این حال، ببینید من و نازنین افشین‌جان و بقیه که کنار هم ایستادیم 7 نفر زنیم و خیلی مدرن، خیلی مترقی،
کارمون رو داریم میکنیم و بقیه به نظر من حتی احزاب سیاسی میتونن نگاه کنن و ببینن چقدر پیشرفته و چقدر درست و چقدر سر اصول داریم یه کاری میکنیم و جمهوری اسلامی رو وادار میکنیم اژه‌ای بیاد توی اولین کنفرانس مطبوعاتش تو تهران که دادستان نمیدونم کل این بساط جنایت هست، بیاد بگه که نه ریحانه رو اعدام نکرد. من یه تبریک برای این جمعی که کار میکنیم فرستادم، گفتم نگاه کنید من تجربه دارم، وقتی سر افسانه نوروزی یا سر کمپین سکینه محمدی آشتیانی هر بار نماینده جمهوری اسلامی کنفرانس مطبوعاتی داشت سر سکینه مجبور بود حرف بزنه، الان شروع شده سر ریحانه داره حرف میزنه. به این معنا به نظر من جمهوری اسلامی از این به بعد محتاط‌تر رفتار خواهد کرد، چون که میبینه مردم همدیگر رو میبینن، مترقیا، انسان دوستا، آدمایی که به خودشون احترام میذارن کنار هم میستن و دیگه نمیذارن جمهوری اسلامی هی جنایت کنه و همه تو خونه هاشون گریه کنن یا افسرده بشن یا برگردن بگن مردم ایران اصلا لیاقت همینو دارن، مردم نمیدونن چی کار باید بکنن. به نظر من این کمپین نشون داد مردم ایران خیلی لایقن، خیلی با اصولن، خیلی انسان دوستن، خیلی باید بهشون احترام گذاشت، چون هر کس تو خلوت خودش، تو آینه که خودش رو نگاه میکنه، تو خارج کشور و در داخل ایران بشره، به خودش احترام میذاره، فقط در مقابل یه حکومتیه که هر روز میاره بساط اعدام ساز میکنه توی اون مملکت. اعدام به نظر من خیلی مهمه، هم دردناکه، هم شوک آوره، هم ترس ایجاد میکنه. وقتی شما 7 نفر زن در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیرن و دنیا رو رو سرش خراب میکنن، به نظر من این یک قدم بسیار بزرگ به جلو در مقابله با اعدام ها و همه اعدام ها در ایران هست. خانم هدیه گرامی، به امید موفقیت شما و تمامی کسانی که با شما بدعتگذار این کار جمعی بسیار پر اهمیت شدند، تا گفتگوی دیگر روزتان خوش. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. طبعا رسانه های مثل شما خیلی تاثیر داشتن، واقعا رسانه خیلی تاثیر داره تو این دنیا و شما همیشه تو این برنامه ها بودید. من تشکر میکنم از اون که بالاخره این فرصت در اختیار من گذاشتید. روز شما بخیر.จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเราจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก
ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดبینندگان گرامی، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. در اینجا شایسته است که سپاسگزاری کنم از میهمان برنامه خانم مینا عهدی، همچنین سپاسگزار زحمات همکاران بسیار خوب خودم رامین کلانی، آیدا مظلومی و رضا خسروی باشم و در آخر ولی نه کمتر سپاسگزاری میکنم از بخش فنی تلویزیون اندیشه و همچنین مدیریت این تلویزیون که پخش این برنامه رو ممکن ساختند. تا برنامه دیگر، دیداری دیگر، به امید اینکه خبرهای بهتری داشته باشیم و از این بهار زیبا لذت ببریم، به همه شما بدرود میگم.